سرخط مهمترین خبرها، نگرانی از فایزهای بلند قرض در بانکهای تاجیکستان. جزا برای پهن کردن موادهای پرنگرفی در تاجیکستان سختتر شد و روسیه به کشور باز آموزگار می فرستد. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 30 نوامبر است. یک متخصص مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان از بالا بودن فایض قرضهای بانکی در کشور نگرانی کرده است. امین آدینایف، سردار ریاست تحقیقات مسئله های صاحبکاری و انکشاف بخش خصوصی مرکز، در جلسه در دوشنبه گفته است بالا بودن فایض قرض و خدمات بانکی باعث دستنارس بودن آنها به اکثر اهالی و صاحبکاران گشته است. این متخصص مرکز تحقیقات استراتژی دستنارسی قرضهای بانکی، اندازهای زیاد، قیمتشوی مواد مینرالی، آب و دیگر واسطه‌های کمک‌رسان را از مانعگی‌ها در رشد صاحبکاری در کشور گفته است. به گفته امین آدینایف، چنین وضع هوسمندی صاحبکاران را بر رشد استحصالات کم می‌کند. به نوشته خبرگزاری دولتی خاور، در نشست مرکز تحقیقات استراتژی تاکید شده است که قریب 80% اندازها را در تاجیکستان صاحبکاران می‌پردازند و باید به این قشر کمک رسانده شود. نگرانی از فایض بلند قرض در بانک‌های تاجیکستان قبلا نیز بارها از سوی مقامات و صاحبکاران صدا داده است. پاسخ مسئولین بانک ملی به این نگرانی‌ها بیشتر عمومی است و نمایندگان این نهاد بارها گفتند که برای پس کردن فایض قرض‌های بانکی تلاش دارند. جزا برای غیرقانونی تیار کردن و یا معاملات موادهای پرنگرافی در تاجیکستان پرزور کرده شد. تغییرات به این مضمون را به کدکس جنایی پارلمان قبول کرده، رادیوی آزادی 30 نوامبر با محتوای آن شناس شد. تا این وقت برای غیرقانونی تیار کردن، نمایش عمومی و تبلیغ موادهای پرنگرافی کدکس جنایی از 13 تا 24000 تومان جریمه یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده بود. بر اساس تغییرات نو، اکنون برای تیار یا نمایش موادهای پرنگرافی از 27 تا 54000 تومان جریمه یا تا 4 سال زندان پیش بینی شده است. تا این وقت برای پهن کردن موادهای پرنگرافی در میان نابالغان از 2 تا 5 سال زندان پیش بینی می شد. اکنون برای این کار گناهکار از 4 تا 6 سال به زندان می رود. جزا برای پهن کردن موادهای پرنگرافی از جانب گروه شخصان یا به واسطه اینترنت اگر تا این وقت از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کرد، اکنون برای این کار از 6 تا 10 سال شخص را زندانی می کنند. مقامات تاجیکستان هنوز شرح ندادند که سبب پرزور کردن جزا برای پهن کردن موادهای پرنگرافی در چیست. در سالهای اخیر بعضی دختران از آن شکایت داشتند که اشخاص ناشناس نوار و عکس‌های محرمانه آنها را غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی پهن کردند. 3 سال پیش یک فعال جمعیتی زن هم به مقامات شکایت کرده بود که نوار محرمانه او با یک مرد را غیرقانونی در اینترنت پهن کردند، اما مقامات برای این کار کسی را جزا ندادند. در گذشته چندین نوار محرمانه، بخصوص نوارهای روحانیان، هم به اینترنت راه یافته بود، ولی مقامات هیچ وقت آشکار نکردند که آن نوارها را کی ثبت کرده و در شبکه جهانی گذاشته است. با زیاد شدن حجم نشاندهنده برای حسابها در تاجیکستان، از 1 ژانویه سال آینده جریمه ها نیز بیشتر خواهند شد. موضوع جریمه ها در تاجیکستان قبلا ناراضگی بعضی فعالان را به میان آورده بود. مقامات میگن که زیاد بودن جریمه ها برای پیشگیری از قانون شکنی در کشور مفید است، اما ساکنان میگن که جریمه باید با نظر داشت وضع زندگی مردم تعیین کرده شود. ما در خیابان های دوشنبه نظر مردم را در همین باره پرسیدیم. روزگارگومی فکر ما که قبول نمیکنیم که خش طرف هم ممکن برای یکون پیشگیری یکون چی دیگه باشد، پیشگیری یکون میشود که یکون قانون شکنی ها. بله. همین حاضر معیار اشتراف ها در تاجیکستان به کیسه مردم کم است یا زیاد است؟ زیاد است، بله. برای که چی میگن، معاش مردم خودش کمتر است کن، اشتراف ها بسیارتر شده است. برای مردم خیال میکنم که این نه اونقدر خوب است. جریمه مثلا سویتافور از هم ارزونش 68 تومن باشد، مثلا تصمیه به خطری رو نبستگی باشیم. از ماه اول همین 72 سومو میشد. 5 سومش کنم داشته است. همه یا زیاد؟ زیاد است اکو. برای که حاضر سویتافورش 220 سوم یا 240 سومش تگه است. مثلا خطی پیش سویتافور رو گذاریم. گوه خیلی میشد و آدم پریشون خطری میجوکی خطه. همین قیمت تر است اکو برای مردم. زیاد شد. خواه خوب نیست بفکرم، نمیدونم مکه ما را که جرمه از پرادو نیستمو نیکی باید زیاد نشودم بودنگیش بفکرم سواز بود خیلی باید کنان صاحب زیاد میشود داشته نمیدونم خواه چه درست است خیلی؟
درست باید نباشد بخواه. برای چی؟ خواهش تا بسار شد دیگه کار دیگه کجا میشه کار نیست. بعضی من که همین جریمه ها را زیاد کنه که قانونشکنی کم شود. نه برای قانونشکنی هم خیلی خیلی آید جهت چی داره برتری داره آید طرف نه درست هم جریمه زیاد شد اگر برادر عزیز چی بسار میشه بود؟ جنیات بسار میشه بود؟ جریمه زیاد کرد با یکون چی خونش میشه قضیه را جنجل میشه بچه بایم نبرای پسر کردن کجا این بود بعضی میگن اگر جریمه پسر باشد قانونشکنی زیاد میشه نه نه بعد چی خیلی باید صاحب کار تواره بودش بود کم آید جریمه چی زیاد میکنه کجا میوه مجبور دست به جنیات بزنه با جنیات دیگری که صادر میشه در اوله جنجل میشه مجبور چی فروشه جریمه را بسپوره خوب تا جریمه اروی اعضای درآمدی خودی صاحب کار گرفته جریمه معین کردن پس بسپوره این بهتر خوب میشه اگر این جریمه اگر ارزان‌تر میشد برای خلق خوب میشد چون خلق وقتی موزی میند در ما نفقه مثال کم است با طلبات جوابگی نیست برای این برای همین زندگی خلق بهتر شدن همین جریمه را کمتر کردن دیگر بینندگان عزیز اگر شما هم در این باره نظری دارید می توانید در زیر برنامه نویسید. روسیه نیت دارد به تاجیکستان باز آموزگاری فنهای زبان روسی، فیزیک، بیولوژی و شیمی فرستد و طالب علمان را با کتابهای درسی زبان روسی تامین کند. در این باره سرگی کرافتسوف وزیر معارف روسیه در برنامه مسکو و کرمل پوتین صحبت کرده است و جزئیات آن را خبرگزاری از پلوس نوشته است. به نوشته منبع وزیر معارف روسیه همچنین گفته است در دانشگاه‌های این کشور برای تاجیکستان آموزگار تیار می‌کنند. روسیه در سالهای گذشته هم به تاجیکستان آموزگار فرستاده است. به غیر از آموزگاران سال 2022 با مبلغ روسیه در تاجیکستان 5 مکتب روسی ساخته شد که به گفته ساکنان طلبات به آن زیاد است. برخی تحلیلگران میگن جلب آموزگاران روس به منفیت آن قشر اهالی هم هست که دورنمای فرزندان خود را به روسیه ربط میدهند. ولی از نظر منتقدان برنامه همکاری های گومانیتری و فرهنگی یک بخش از استراتژی عمده روسیه برای تحت نفوذ خود نگاه داشتن این کشور میباشد. کارشناسان میگن در میان آنهایی که در روحیه روسی و فرهنگ این کشور تربیت میشوند جانبداران سیاست این کشور هم افزایش مییابد. حکومت قزاقستان روز 29 نوامبر اعلان کرد که به دلیل وضع فاجعه‌بار در نوار غزه روسهای نزدیک به فلسطینی ها کمک الهی بشردوستانه میفرستد. کمک بشردوستانه از غذا، رخت خواب، دارو و محصولات طبی عبارت بوده در حجم بیش از 38 تن فرستاده خواهد شد. اسرائیل و گروه حماس اخیراً آتش بس را در غزه برای دو روز دیگر دراز کردند تا بتوانند گروگان ها و اسیران بیشتر را مبادله کنند. آتش بسی قبل روز 24 نوامبر به مدت 4 روز اعلان شده بود و روز دوشنبه به پایان رسید. در این مدت دو طرف ده ها گروگان و اسیر را آزاد کردند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 نوامبر را فرا می‌گیرد. سیومی نویبر سال 1990 اولین و آخرین انتخابات پرزیدنت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان برگزار شد. در این انتخابات سابق کاتب اول حزب کمونیست جمهوری قهار محکموف برنده شد، ولی سال بعد با کسب استقلالیت تاجیکستان و در آستانه پاشخوری اتحاد شوروی انتخابات نو برگزار گردید که در آن رحمان نبیف برنده گردید. پایان نویبر سال 2020 مجلس نمایندگان دو قانون را تحریر کرده خواندنی عقد نکاح مسلمانی را در اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی یا زکس اجازه داد. بستن نکاح در شرایط خانه منع کرده شد. وکیلان گفتند هدف اساسی پیشگیری از بسیار همسری، ازدواج های بی‌مسئولیت شهروندان و تولد فرزندان بی‌نکاح است که بعداً باعث ایجاد مشکلات زیاد در زندگی آنها می شود. 15 عصر پیش سال 585 در شهر نیسا باربد یکی از موسیقی شناسان فارسی زبان تولد شده است که دانشمند برجسته موسیقی ملی دوران خود بود. او با نامهای باربد مروزی و باربد رامیشگر هم نام برآورده سروری رامیشگران دربار شاهان ساسانی بوده است. باربد از محققان اولین علم موسیقی مردم ایران نژاد شناخته می شود و تا امروز پاره های از موسیقی آفریده او حفظ شده است.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان به تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی کشور 1000 روبل روسیه به 122 سومان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد تا 1089 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامداد رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید.